دوستان سلام به درس دوم ایستگاه دوم سفر تحقیقاتیمون خیلی خوش اومدید تو این درس قراره با هم دیگه بررسی کنیم که طرح تحقیق چیه و انواع تحقیق بر اساس نوع داده ها و هدف تحقیق رو با هم دیگه مطالعه بکنیم ابتدا با هم دیگه طرح تحقیق یا ریسرچ دیزاین رو تعریف میکنیم بعدش مشخصات طرح تحقیق رو بهتون میگم طبقه بندی روش های تحقیق که اولین طبقه بندی ما هست چون چندین طبقه بندی خواهیم داشت بر اساس نوع داده ها بهتون میگم پژوهش های اولیه یا پرایمری ریسرچ رو با هم دیگه بررسی میکنیم که چی هست سپس میریم پژوهش های ثانویه یا سکندری ریسرچ رو با هم دیگه بررسی میکنیم بر مبنای هدف تحقیق هم دو تا طبقه بندی داریم تحقیقات بنیادی و همینطور تحقیقات کاربردی در نهایت هم بیریم عوامل موثر در انتخاب نوع روش تحقیق رو با هم دیگه چک و بررسی میکنیم بریم ببینیم که ریسرچ دیزاین یا طرح تحقیق چی هست خب دوستان به زبان خیلی ساده طرح تحقیق شما یا ریسرچ design یعنی فرایند کلی و ساختار انجام تحقیق یعنی میخواین تحقیق رو مشابهی ساختمون اگه در نظر بگیریم طرح تحقیق یعنی اون چیزایی که لازم دارید و کارایی که میخواید انجام بدید رو قبل شروع ساختمون باید بهش فکر بکنید آمادهش بکنید طرح تحقیق راهبردهایی که بر اساس اون راهبردها و استراتژیها ها قراره به سوالات تحقیقتون پاسخ بدید رو در بر داره مثلا شما ممکن یه تحقیقی داشته باشید در خصوص هوش هیجانی میخواهید سوال بکنید پرسش بکنید و جواب پرسشات رو پیدا بکنید برای اینکه به این سوالات پاسخ بدید میخواید مصاحبه انجام بدید میخواید داده های کیفی گردآوری کنید داده های کمی گردآوری کنید تو طرح تحقیق دوستان دقت کنید طرح تحقیق یعنی اون شمای کلی که قرار تحقیق رو بر اساسش انجام دید تو طرح تحقیق چطور قراره که سالهای تحقیق تو جواب بدی چارچوب گردآوری داده ها رو باید بدونید دانشجویان وقتی میشون تو دانشگاه معمولا گفته میشه که برید یه موضوع تحقیقاتی بیارید برای پایان نامتون میرن یه عنوان میارن وقتی دوستان گفته میشه که موضوع تحقیق بیارید یعنی کلیات طرح تحقیق رو هم تو ذهنتون داشته باشید باید بدونید که هاتون رو میخواین چجوری جمع آوری کنید از کجا جمع آوری بکنید رو جمع آوری کردید چجوری قرار اونها رو مدیریت بکنید از چه نرم افزارهایی در مدیریت دادای تحقیقتون استفاده میکنید مثلا فرض بگیرید شما صدها مقاله رو گردآوری میکنید تو پایان نامتون یا تو مقالتون با چه نرم افزاری مقالات خودتون رو مدیریت میکنید نرم مثل انوت مندلی آیا از اینها استفاده میکنید داده های خودت رو که کمی کیفی یا ترکیبی میتونه باشه چجوری قرار تجزیه تحلیل بکنی ساختار زمانی مکانی ابزارها و چگونگی گزارش تحقیق رو هم لازمه که همون ابتدا بدونی یعنی تحقیق رو از کی شروع میکنی کی تموم میکنی کجا میخوای انجام بدی به سوالاتی از جنس چی چگونه کجا چطور با چه کسانی در طرح تحقیق سر و کار دارید اینا رو هنگامی که می هنوز تحقیق رو عملا وارد اجرا و انجامش نشدید باید بدونید عکس انگلیسی هم که دوستان براتون آوردم همین است پرپس استیتمنت یعنی هدف تحقیق تو مشخص کن سرینگ یعنی جایی که تحقیق انجام میشه با کسانی که انجام میشه محیطی که قرار اون تحقیق رو درش انجام بدی مثلا آیا تحقیق تو بیمارستان تو مزرعه هست تو یه بخشی از جامعه یا اجتماع هست یا تو یه کلاس درسه کجا این تحقیق رو انجام میدی باید توضیحاتی راجع بهش بدید تکنیک هایی که در فرایند گوناگون تحقیق استفاده کنید چیا هستند تایملاین یا چارچوب زمانی تحقیقت چه چیزایی دارن متدولوژی یا روش شناختی تحقیق چیه یعنی داده‌ها رو از چه روشهایی گردآوری میکنی میجرمنت یعنی ابزارها و سنجه هایی که در فرایند تحقیق استفاده میکنی شامل چه چیزهایی میشه ابجکشن و متد انالیسیس هم جزئی از اهداف و همینطور طرح تحقیق شما هست در حقیقت طرح تحقیق نقشه راه ساختمون تحقیقتون ابتدا هم براتون مثال زدم گفتم اگه خواسته باشی یه ساختمون بسازی نیاز داری که نقشه شو آجر و آهن و سیمان و پولتو کسانی که قرار کار بکنن همه اینها رو بهش فکر کرده باشی بعد که همه ای این طرح رو آماده کردی وارد فرایند ساخت میشید همه اینا رو که آماده کردی وارد فرایند انجام تحقیق میشید چند تا مشخصه خیلی خاص در طرح تحقیق باید رایت بکنید که الزامیه اولی اینه که در همه فرایند تحقیقتون باید مشخصه نوترالیتی یا بیطرفی رو رعایت بکنید یه محقق قراری که پدیدهایی که مطالعه میکنه حد اکثر تلاش خودش رو بکنه که از زاویه و لنز یه، یک انسان بیطرف بهشون نگاه بکنه اگر یه چیزی رو دوست نداریم یه چیزی رو نسبت بهش سوگیری داریم یه چیزی رو مخالفش هستیم نظر شخصی خودمون رو در فرایند گردآوری داده ها در فرایند تجزیه تحلیل داده ها هنگامی که مصاحبه انجام میدید اگر بیطرفی رو در فرایند تحقیق لحاظ نکنید نتایج تحقیق مخدوش خواهد بود بنابراین تو طرح تحقیقت همیشه باید فکر بکنی چگونه باید در فرایند تحقیق بیطرف باقی بمونی نکته بعدی که در همه تحقیق ها در دیزاین تحقیق لازم دارید بدونید ابزارهایی که استفاده میکنید در تحقیق چگونه پایایی یا ریلایبلیتی داشته باشن مثلا اگر شما یه آزمون سنجش خون استفاده میکنید توی بیمارستان یا اگر یه تست IQ در یه مدرسه استفاده میکنید یا از یه ابزاری برای سنجش مقاومت بوتون در کارگاه دارید استفاده میکنید آیا قابلیت پایایی یعنی نتایج مستمر پایدار این ابزارها تولید میکنند یا نه ضمنا راجع به پایایی و مبحث مهمتر دیگی به نام روایی یا ولدتی یه فصل داریم چون موضوع بسیار مهمیه اونجا خیلی مفصل براتون توضیح میدم روایی ابزارهای تحقیقتون سنجه که استفاده میکنید تحلیلی که از نتایج تحقیقتون انجام میدید در طرح تحقیق باید بهش توجه بکنید و نکته آخر بسیاری از تحقیقات همیشه یه نمونه از جامعه انتخاب میکنید مثلا شما اگه خواسته باشید روی مدارس شهر تهران تحقیق بکنید روی 5 تا ده تا مدرسه به عنوان نمونه کار می کنید. آیا نتایج تحقیق شما قابلیت تعمیم به جامعه داره یا نداره چون هدف تحقیق هیچگاه نمونه نیست بنابراین تعمیم پذیری از جمله خصوصیات مهم هر تحقیقی هست